محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. على بیت الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی العارفین. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وقال محمد وآخر طابع له على ذلك. قال الله العظيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. امیدواریم پروردگار منان به واسطه نور مقدس آقا رسول الله و وجود مبارکشون در ما رحم کرده و عاقبت ما و عاقبت خانواده ما فرزندان ما خصوصا در این دیار ختم به خیر بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لازم می‌دانم قبل از اینکه به هر حال سخن رو شروع کنم، البته عزیزمان آقای آجان گفتن ما کاری نکردیم وفات پیغمبر، من خودم هر سال در وفات پیغمبر هر حاجتی که داشته باشم، حالا منتیال باشم در مرکز اسلامی ایرانیان یا در مسجد از زهرای لس آنجلس، میرم تو آشپزخونه و اون حاجت و نزدی که دارم به هر حال مجبور کار میشم از آقا رسول الله اون حاجت رو و رفت و اون گرفتاری رو میخوام. عزیزانی بودن که با ما کمک کردن امروز، مخصوصا آقای حاج حسن عزیز ما با ما بودن زحمت کشیدن، آقای آمنزه ما با ما بودن زحمت کشیدن و خلاصه یک گروه این کار را انجام دادن. از هم اگر خوشمزه شده بود، معمولا دست آخون جماعت به غذا بخوره غذا خوب نمیشه. اگر غذا خوشمزه شده بودیم به خاطر وجود این عزیزاست که با ما تو آشپزخانه بودن و خلاصه خوشمزدگی غذا از دست اونها بوده. برای سلامتی اونها صلوات کردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم حضور شما عزیزان آیه‌ای رو که خدمتتون قرائت کردم در رابطه با بعثت پیغمبر و فرستادن او برای مردم است. مقدمه کوتاهی رو من خدمت شما عزیزان عرضه می دارم و اون این است که علوم، دانش بر روی این کره خاکی به دو قسم است. یکی علومی که در سلوک انسان، رفتار انسان، کردار انسان، پندار انسان اثر می گذارد و یکی علوم و دانشی است که نه اثری در سلوک انسان، تربیت انسان ندارد. اونی که در تربیت انسان اثر ندارد به اون علوم طبیعی میگن، علم فیزیک و شیمی و ریاضی و آنچه از علوم هست. این رو در پرانتز بگم، نه اینکه این علوم را در دین ما نداریم، داریم. و تأکید این سخن برای اینکه بدانید دانش و علم چقدر با ارزش است و اگر انسان با علم و دانش بتواند حتی یک نقطه کوچک اثر در اجتماع بگذارد، نزد خداوند بسیار با ارزش است و بسیار بزرگ است.
پیغمبر بزرگوار ما علیه الصلاه و السلام می فرماید من اراد الدنیا فلیتجر و من اراد الاخره فلیتزهد و من اراده هما فلیتعلم. دیگه هر کس دنیا رو میخواد تجارت رو، کسب و کار رو پیشه خودش قرار بده و هر کس آخرت را میخواهد زهد و تقوا را پیشه خودش قرار بده. در نهایت حضرت میفرماید که هر کس هر دوی اینها را میخواهد علم و دانش را پیشه خودش قرار بده که علم و دانش هم به انسان دنیا میدهد و هم آخرت میدهد. پس علومی که در سلوک انسان اثر ندارد علوم طبیعی است. اون علمی که در سلوک انسان اثر دارد اون علم معنوی است که پیغمبر برای ما قرار داده. علم انسان به قرآن، علم انسان به حدیث، علم انسان به سنت پیغمبر و علم انسان به منهج و سیرت اهل بیت علیهم السلام. اگر ما نگاه کنیم ببینیم علوم طبیعی پشتیبانی ایمانی نداشته باشد، قرآن پشت آن نباشد، برای اینکه انشاءالله خواهرای عزیز سکوت رو یه مقداری رعایت کنند صلوات رو ترتیب کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علوم طبیعی اگر پشتیبانی ایمانی نداشته باشه، اگر قرآن پشت آن نباشد، سنت پیغمبر، احکام دین و نهایتاً علم آسمانی انسان پشتیبان اون علوم نباشد، تبدیل می شود به بمب اتم، تبدیل می شود به خراب کردن و داغون کردن و نابود کردن، در صورتی که همون اتم را انسان می تواند در خدمت بشریت استفاده کند. از علم فیزیک، از علم شیمی، از تمام علومی که طبیعی هست و به این کره خاکی مربوط است، عرضم حضورتون انسان میتواند از تمامی اونها در خدمت بشریت استفاده کنه. اگر پشتیبانی ایمانی نداشته باشه در نابودی بشریت از آن استفاده خواهد شد. لذا عزیزان ما اگر نگاه کنیم به پیامبر بزرگوار ما، تمام دلیل مبعوث شدن پیغمبر، آمدن پیغمبر، بلکه فرستاده شدن تمام پیغمبران گذشته قبل از پیغمبر ما، ببینید در یک کلمه خلاصه میشه و آن این است که برای تربیت بشر فرستاده شده اند. ما اگر نگاه بکنیم، دقت کنیم برادران، خواهران، اول آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شد همه شما الحمدلله تحصیل کردید و اینها رو مطالعه کردید و ولی باز از باب تذکر گفته میشه. اول آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شد خطاب کرد اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگاری که تو را آفرید و تمام این کون و کائنات را آفرید. گفت ما انا بقاره، من نمیتوانم بخوانم. دوباره تکرار کرد که اقرأ بسم ربک الذی خلق. اینجا یک نکته بسیار جالب و حساس داره، یعنی تمام رسالت پیغمبر و تمام قرآن در یک کلمه از این آیه خلاصه شده و آن این است. در کلام عرب زیباتر این بود که این آیه اینطور خوانده میشد که اقرأ بسم الله الذی خلق، الله اسم پروردگاره. در کلام عرب خیلی زیباتره که گفته بشه اقرأ بسم الله الذی خلق. برای چی این کلمه رب را به کار برده که اقرأ بسم ربک الذی خلق،
رد از تربیت گرفته شده، میخواد به پیغمبر بگه که ای پیغمبر ما تو رو فرستادیم که مردم را تربیت کنی. و خلاصه این کلمه دلیلش آمدنش در این آیه این است که میخواهد به پیغمبر بفهماند برای تربیت مردم فرستاده شدی، از طرف خالقی فرستاده شدی که تربیت مردم برای او بسیار اهمیت دارد، از پروردگاری این آیه به تو نازل شده که تمام این مردم را دلسوز است، مهربان است، مهر در وجود اوست که اوج مهر است، میخواهد مردم را تربیت کند. لذا پیامبر بزرگوار ما هم میفرماید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرستاده شدم، تمام رسالت من، تمام پیغمبری من، دلیل فرستاده شدن من این است که مکارم اخلاقی را در بین مردم زنده کنم. در یک جای دیگه میگه ما نظر علیه حبیبی جبرائیل الا و اوصانی به مدارات ناس، میگه جبرائیل، حبیب من جبرائیل هر دفعه بر من نازل میشد به من پیغمبر تذکر میده که مبادا با مردم مدارا نکنی، با مردم مدارا کن، با مردم متواضع باش. لذا میبینیم اونقدر این صفت در پیغمبر ما اوج گرفت که در قرآن به او خطاب میکنه انک لعلی خلق عظیم، به راستی که تو دارای خلق بسیار عظیمی، خیلی بالایی. در یک آیه دیگه باز در قرآن میفرماید لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ای پیغمبر اگر اخلاق تو نیک نبود، اگر اخلاق تو بد بود، این مردم گرد تو جمع نمی شدن. اون اخلاق نیک توست که این مردم را گرد تو جمع کرده. دیشب ما درباره قرآن صحبت کردیم، درباره ایمان، که این که انسانی که میخواهد ایمانش کامل شود باید پایبند به قرآن باشد، پایبند به سنت پیغمبر باشد، پایبند به منهج اهل بیت علیهم السلام باشد. ایمان واقعی یعنی چه؟ ایمان واقعی اون نیست که من قرآن را در خانه بخوانم، حدیث را در خانه بخوانم. عزیزان من و شما همه مسئولیم، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، میگه آه همه شما مسئولیم. ایمان واقعی اینه که من قرآن را در اجتماع بخوانم، بین مردم بخوانم، نماز را بین مردم بخوانم، روزه را بین مردم بگیرم، حدیث پیغمبر و سیرت اهل بیت علیهم السلام را در وجود خودم متبلور کنم و بین مردم باشم. آقا اگر بیرونم نمازم طوریه که من نمیرسم به جایی برم نماز بخوانم، چقدر زیباست. گاهی وقتا انسان نگاه میکنه میبینه آقا بر چمن، بر همون سنگفرش خیابون و چمن کنار خیابونها طرف نیسته و نماز میخوره و اقامه شعائر مقدس پروردگار رو میکنه. این ایمانه، نه اینکه به ترسم درم داره نگاه میکنه حالا بگه این مسلمان چه بلایی سرش شد، نه اینکه خلاصه به ترسم شکلم به شکل اونها درست کنم. من مسلمانم، بایدم اون صفتهای اسلامی را در وجود خودم متبلور کنم که هر کس به من نگاه بکنه بشناسه از یک فلسفی بگه این که داره میاد مسلمان. این اساس دین، هر جا که میخوام باشم، در هر نقطه از این کره خاکی که من میخوام باشم، ایمان اصلی و واقعی انسان اینه. و الا در خانه ماندن و در خانه عرضم حضورتون قرآن خوندن و نماز خوندن و کسان دیگر را تشویق و ترغیب و در اجتماع حرکت نکردن،
این ایمان میشه ایمان ناقص. امر به معروف رو کجا گذاشتم؟ نهی از منکر رو کجا گذاشتم؟ مگر این دو اصل اساس دین من نیست که باید از آن پیروی بکنم و دنبال رو آن باشم؟ صلواتی خط بکنم. اللهم صل علی محمد و آقا من با حیوان فرق دارم، درست است، من حیوان ناطقم ولی با حیوان فرق دارم. شما نگاه کنید، فرزند انسان وقتی که به دنیا میاد از نظر فکری، از نظر عقلی چنان قابلیتی دارد که غیر قابل وصف. این مرد خیلی قابلیت دارد. طرف رو نگاه میکنید، تمام قرآن رو حفظ کرده. این چیزی نیست، این تازه ذره ای از قابلیت مرز من و توست. ولی مولود حیوان که دنیا میان برعکس، قابلیت فکری او ضعیف ولی قابلیت جسمی او بسیار بالاست. نظام میگه بعد از دقایقی پا میشه دنبال مادر، حرکت میکنه و راه میره. ولی من و تو از مرگ تولد تا دم مرگ که میخوان من داخل خاک بگذارن، روح از بدنم خارج بشه، نیاز به تربیت دارم، نیاز به تذکر دارم. نگو آقا من خواندم و همه احکام رو میدانم. یک لحظه است. شیطان خیلی قدرت داره بین من و شما، زرق و برق دنیا خیلی بین من و شما قدرت داره، لذا خیلی باید توجه کنیم. لذا میبینیم در قرآن کریم پروردگار وقتی بچه دنیا میاد برای مادر قانون میگذاره، میگه والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین، میگه بر مادر که فرزند خودش رو دو سال شیر بده. ولی این دور زمونه چی بگم والا، درد زیاده. میبینی مادر میخواد اون حالت فیزیکی بدن خودش رو از دست نده، آنی این بچه رو میبنده به این شیرهای خشک. این شیرهای خشک هم معلوم نیست خلاصه از کجا میاد، شیر کی هست، شیر چی هست، آقا کدوم حیوان هست. اینا رو میره میبنده. بابا اون باید از رگ و ریشه تو تغذیه کنه، شیر تو در وجود او اثر داره، شیر تو حتی در سلولهای بدن او اثر داره، او رو میسازه، نهایتا در تربیت او خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. نیام من این بچه رو از شیر محرومش کنم. تربیت الله اکبر. خیلی مسئولیت ما نسبت به بچه هم داره، خیلی مسئولیت. شما اصلا عزیزان میدونید که اساس جنایت در دنیا چهار دلیل داره. چرا جنایت صورت می‌گیره؟ به چهار دلیل جنایت صورت می‌گیره. یک، عدم ایمان. عدم ایمان تربیتی، یعنی تربیت درست اون انسان نمیشه، لذا ایمان وجود نداره. دو، عرضم حضورتون، حرمان و فقر و بدبختی و نداری که انسان را عرضم حضورتون به هزار کار ناجور سوق میده. کاد الفقر ان یکون کفرا، میگه فقر انسان را به کفر وامی داره. بعد سوم، زرق و برق این دنیا و زیبایی های این دنیا و عرضم حضورتون این که انسان دنبال دارایی بیشتر، هر چه میگیره باز این زرق و برق دنیا اونقدر انسان رو مجبور خودش میکنه، میگه هل من مزید، آیا بیشتر هست؟ این زرق و برق انسان رو باز وادار به جنایت میکنه. دلیل چهارم، عدم وجود قانون درستی که مجرم نتواند از بند قانون فرار کند. لذا ما می‌بینیم آقا برای کره خاکی مجرم خیلی راحت
میتونه از قانون فرار کنه، حالا یا با رشوه یا با هر برنامه دیگه. اگه از نظر ایمان نگاه کنیم، از همون اول اسلام و قرآن در اون بچه‌ای که پا به دنیا میگذاره میاد به تو دستور میده، یکی همون شیر دادن است. بعد میاد حتی اون بچه‌ای که به وجود آمده میاد اون مادر و پدر را وقتی میخواد ازدواج کنه بهش نصیحت میکنه، انظر عین تبع نفسک، نگاه کن ببین نفست رو داری کجا میذاری، آی زن با چه مردی داری ازدواج میکنی، مرد با چه زنی داری ازدواج میکنی، دقت کن، چون قرار از تو نسلی به وجود بیاد، اون رحمی رو که میخوای برای بچه‌ات اختیار کنی باید رحم پاک باشه، رحمی با ایمان باشه، با صلابت باشه، با شهامت باشه، با غیرت باشه، با نجابت باشه، تا بتونه اون بچه‌ای رو که در خودش به وجود میاره این صفات منتقل بشه به اون بچه. حدیث بسیار زیبایی پیغمبر عرضم حضورتون برای من و شما داره، میگه ایاکم و خضراء الدمن. قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قیل المرأة الحسناء فی منبت السوء. گفت مواظب باشید، پرهیز کنید از خضراء الدمن. گفتن یا رسول الله خضراء الدمن چیه؟ گفت اون زنی که ظاهری بسیار زیبا و آراسته داره ولی باطنی داغون و سیاه و خراب. متاسفانه جوانان امروز ما به این مسئله دقت نمی کنن. وظیفه پدر مادره از همون سن بلوغ به این جوان، چه دختر چه پسر، صحبت کنه و بگه چه کسی رو انتخاب کن، چه شوهری رو انتخاب کن، چه زنی رو انتخاب کن. ولی جوانهای امروز ما فقط دنبال زیبایی هم، شکل ظاهر هم، زیبایی ظاهر هم. خدا بیامرزه رفتگان شما رو، خدا امشب مادر من رو هم بیامرزه. این مادر من یک ماه بودم عرضم حضورتون نابینا شد. مادر ما خود این قدیم یادتونه ایام قدیم در سن 9 سالگی ازدواج میکردن. مادر ما در سن 9 سالگی ازدواج کرد، در سن 11 سالگی اول فرزندش را به دنیا آورد. زنها هم شما خواهر را بلدتون نه یا تا زنها هم زنهای قدیم، مردا هم بازم مردای قدیم، هر دو رو میگم، یکی رو نمیگم. 18 شکم این مادر ما زایید. عرضم حضورتون از این 18 تا 7 تا شهید دادیم خلاصه ما، یعنی نه شهید آراد تو جبهه، این رو مثال میزنم، یعنی 7 تا داغ این مادر دیست. جوان دختر 18 ساله در حمام سوخت، یه بچه دو ماهه به جا گذاشت. پسر 7 ساله داشت از دنیا رفت. پدر ما اینم بگم باز فلج شده بود، قند زده بود بالا نصف بدن پدر ما را فلج کرده بود و دیگه دکترها جواب کرده بودن که این دیگه قند زده و فلج کرده و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، که باز ابوالفضل رو ایشون در اون عالم رویا میبینه و ابوالفضل ایشون شفا میده، میگه بلند شد و همه تعجب کردن و ماشاءالله عمر 94 سال ایشون عرضم حضورتون عمر کرد. اون زمانی که فلج بود عرضم حضورتون این مادر ما لیف میبافت، لیف رو میفروخ که خرج بچه ها رو بده. ببینید چجور ارتباط قوی بود، چجور این پیوند زناشویی پیوندی استوار بود. پیوندهای حالا نه آبر کن، دادی پابرجاست، ندادی به هم میخوره. حالا که یک سری خلاصه پیدا شدن، خانواده هایی که خیلی مواظب باشید، با کی میرید، با کی میان، با چه کسی میشینید، چه کسی به تو خونتون را میدید. خانه حریم یک خانواده است، با هر خانواده‌ای رفت و آمد نکنید. افرادی که با شیطان بیعت کردن،
آقا میان زیر پای زن و مرد میشینن یا مرد میره زیر پای زن میشینه که بله تو زنی بهتر از این گیرت میمن چه زنی تو گرفتی؟ یا سراغ زنه میره ای بابا شخصیت تو شخصیتی که باید با یه دکتر و مهندس ازدواج کنی این چیه رفتی باش ازدواج کردی؟ شروع میکنن نفرت و کینه را بین خانواده ها اشاعه بدن میبینی زن و مرد از هم جدا میشن من گفتم حالا این 24 ساله این کتاب طلاق ما شاید یه هزار نمیدونم از هزار هم شاید تجاوز کرده باشه هر کدومش یه داستان ولی باز نهایت که برمیگردی میبینی رفیق مرد همدم مرد کسی باهاشون رفت و آمد میکرده که نظر به زندگیشون داشته رضا خواهران برادران دقت کنید چه کسی به خونه شما میاد چه کسی سر سفره شما میشینه چه کسی میخواد بازر بچه شما و با شوهر شما ارتباط برقرار کنه اینا همه باید دقت بکنید که خانواده از هم پاشیده نشه لذا پیغمبر میگه به ظاهر زیبا نگاه نکن به ایمانش نگاه کن به ایمانش نگاه کن در اونجا میاد به زن به دختر هم باز میگه میگه و ادا خطب کن دقت کنن مخصوصا اگه دخترهای جوان در وقت هستن اینجا یا باید دقت کنن میگه و ادا خطب کن من ترضون دینه و خلقه فزوجه دین اخلاق میگه اگر کسی آمد دست شما رو از پدر و مادر شما طلب کرد نگاه کنید ببینید دینش کجاست درجه دوم اخلاقش کجاست بعد بیایید ارزم حضورتون قدم بردارید اگر این دو شق کامله قدم بردار دخترتو بده و نگاه نکن دیگه داره یا نداره ماشین داره یا نداره خانه داره یا نداره پول داره یا نداره متاسفانه در این دوره و زمان فقط شده که پسر باید ماشین داشته باشه، خانه داشته باشه، عرضم حضورتون امکانات مالی داشته باشه. حالا بدبختی این دور زمانم عکس شده. پیغمبر به ما خبر داده که آخر الزمان یکی از علائمش اینه که نساءهم رجالهم و رجالهم نساءهم. میگه مردان میشن زن، زنا میشن مرد. مردان تازه میخواد ازدواج کنه، میخواد ببینه زنه شاغله یا نه، پول داره یا نداره. مادیات رو خدا میده در نص صریح کلام پروردگاره میگه و ان کفل ایاما منکم صاغرین من عبادکم و عبادکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم میگه اگه بخوای ازدواج کنی نگاه نکن که چی داره طرف تو ازدواج بکن تشکیل خانواده بده اگه نداری من دارات خانه نداری من خانه بهت میدم مال من بهت میدم ولی باید اصول ازدواج تو در اساس قانون خدا باشه اصل و شریعت اسلام باشه یکی از این جوانا بدبختی این دور زمانه زیاد شدن قرتیگری در میارن آقا موها رو رنگ میکنن یه گوشواره هم تو پیشش میندازه و عرضم حضورتون حالا که دیگه بدتر شده عرضم حضورتون میگن تو جمهوری اسلامی آزادی نیست به خدا آزادی که اونجا هست یه جای دنیا نیست کی میگه آزادی نیست میری اونجا نگاه میکنی دخترها رو سریا شاهیم وسط سر اون لوازم آرایشی که به خودشون مالیدن که آقا نمیدونم اصلا گفتم خدا بیامرزه رفتگان شما رو مادر ما میگفت اینا رو اگر ببرید و همون بشوری پاکشون کنید بیاری بیرون نمیتونی نگاهشون کنید فقط زیباییشون زیبایی زرق و برق ظاهری اونم ما رو نصیحت میکرد اینجور میگفت خلاصه اینه یه گوشواره تو گوشش انداخته تو همین ایران هم ما میبینیم ابرو دیگه برمیدارن مردان اینا رو پیغمبر گفته ها ابرو برمیدارن آرایش میکنن آخه به تو هم میگن مرد مثل یه جوان داشتیم مونتریال اینم از همین قرتی بازی ها زیاد در میورد رفته بودیم اون سوپرمارکت اخبار اومد و با حاج آقا 25 سالم شده
خلاصه دنبال یه زن میگردم ازدواج کنم، یه نگاهی به قد و بالاش کردم گفتم والا اینی که من میبینم باید برای تو یه خواستگار بیارم. اینه مردها عوض شدن، زنها شدن مرد، مردها شدن زن. خلاصه این چجوری میتونه تو تربیت بچهش اثر بگذاره؟ این چجوری میتونه بچهش رو تربیت کنه؟ این چجور میتونه آینده بچه رو تأمین کنه؟ پس اول ایمان، بعد از آن میاد فقر. فقر آقا نداره، مریض داره، دوا میخواد، عمل جراحی داره، چه کار کنه؟ آقا دست به دزدی میزنه، به جایی هم میرسه که برای خودش رو نجات بده یا خانوادش رو نجات بده حتی دست به قتل هم میزنه. در صورتی که اسلام میاد از همون نطفه فقر را در اجتماع از بین میبرد. جوانی رو نزد آقا امیرالمومنین آوردن، در روایت از که قد استمنا استمنا کرد، حضرت اونقدر به روی دستش زد که این دست سرخ شد، ولی دست جوان رو گرفت، برد به بیت المال، پول برداشت، زنی برای او پیدا کرد. عرضم حضورتون اون جوان ازدواج کرد، سر کار هم گذاشتش، درآمدم برای او قائل شد. اینه که از ریشه انسان باید تربیت رو صحیح انجام بده. فقر انسان رو به هر وادی میکشه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا الهموم فی بلد المعیشه. میگه گناهانی هست که انسان به سوی اون گناهان کشیده نمیشه و دست به اون گناهان نمیزنه مگر نداری که بره دنبال رزق و روزی و شکم خودش و زن و بچهش رو بخواد سیر کنه. قوغا میکنه. قدیمی ها میگفتن، میگفتن آقا فقر یه مدت قحطی در قم آمده بود. اینو مادر بزرگ ما میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت قحطی در قم آمده بوده، به حدی رسیده بود، غذا نبود، مواد نبود، که مردم حتی نجاست خودشون رو میخوردن، به این حد رسیده بود. لذا وقتی به یک چنین حدی برسه به هر کاری انسان دست میزن. پس انسان باید عاقل باشه، بدونه چجور حرکت کنه، طوری زندگی کنه که بتونه زن و بچه و خاندانش رو نگه داره، خدایی نکرده به اون جای باریک کشیده نشه. سوم، زرق و برق این دنیا آبد نیست. کامپیوتر برای بچت بگیری، برای جوانت بگیری، اونو به این علوم جدید آشنا کنی، ولی آیا وقت هم میذاری که بشینی به او بگی چه چیزی برای تو خوبه و چه چیزی برای تو بده؟ آیا ما نمیگیم هر روز، میگیم هفته یک ساعت میشینی به این بچه بینش بدی که پسرم، دخترم، اگر تو مثلا روی این سایت یا این سایت یا خلاصه سایت هایی که درش گناهه، درش معصیته، درش اغراهه، اینا رو بری، آینده تو این میشه، آینده تو نکبتبار میشه، آینده تو خلاصه به سراشیبیست، به سراشیبیست. اینا رو در اختیارش بگذارم، ولی وقت هم بگذارم برای اون، چه پدر چه مادر، باید وقت بذاره برای اونا تربیت کنه. طرف میاد به من میگه آجا بچه‌ام به پلیس زنگ زده، من زندانم، به دادم برس. آنجا میرم زندان ملاقاتش، در حال اونجا از جمله کارهایی که من میکنم کارمند رسمی کورپشن کانادا هستم، به واسطه همون چپل و اینها و عرضم حضورتون، خب یه سری امکانات هم در اختیار ما گذاشتن. آنجا میرم میگه آره حاج آقا میدونی روزگارو من به کجا رسونده؟ پسر دسته گلش کن، جوانش کن، بعد بیاد این پسر جواب خوبی های تو پدر رو اینجور بده، به پلیس زنگ بزنه تو رو ببره. گفتم آقا جون اشتباه از خودته، این جواب تقصیری نداره،
این جوان گناه نداره. گفتم تو وقت برای این جوان خدا وکیلی گذاشتی؟ از اون سن 4 سالگی 5 سالگی برای به یاد دنبال کار بودی، دنبال درآمد بودی، دنبال کجا با چه کار کنم کار. اگه نمیرفتم گفتم نه، حتی هفته یک دفعه اگه میذاشتی یا وقتی وای میستادی نماز میخوندی به بچه میگفتی بیا بغل من وایس تو نماز بخوان، تشویقش میکردی، کادو به اون میدادی، هدیه به اون میدادی، اینجوری تربیتش میکردی، اون نور خدا در قلبش میرفت. اگه شمرم بودی تو پدر به پلیس زنگ نمیزد، یا مادر دیگه زنگ میزنه به من میگه آجا یه پسر سیاه پوست کامل دختر من با حجاب اومده در خونه در زده سراغ دختر من رو میگه. بعدم رفته دعواش کردیم، رفته پلیس آورده، پلیس از دختر میپرسه اینو میشناسی؟ میگه آره میشناسم. کجاست؟ تو مدرسه است. میگه میخوای با این باشی یا نه؟ میگه آره. میگه دست دختر رو گرفته رفته، چه کار کنم، چه خاکی به سرم بریزم؟ میگه آقا اون روزی که باید این دختر رو تربیت میکردی کجا بودی؟ اون روزی که باید ایمان این دختر رو کاملش میکردی کجا بودی؟ اون روزی که باید نماز و روزه و احکام و شریعت اسلام رو به این دختر یاد میدادی کجا بودی؟ حالا که به این مرحله رسیده شده بعد چه گناهی داره؟ من پدر و مادر مقصرین این وسط کوتاهی کردیم نسبت به اولاد که به اینجا رسیده. ولی خب بعضی خانه ها میبینین اصلا توجهی ندارن. حتی بعضی خانواده های این سطرهایی تو که گذاشتن اگر روی یک کانالی میذارن که داره صدای قرآن میاد، یک کانالی اگر گذاشته بشه داره درش نصیحته، امر به معروف، نهی از منکره، میگه این چه کانالیه گذاشته؟ برو رو کانالهای دیگه بچه رو تشویق میکنه به کانالهای بعد، کانالهایی که فکر انسان رو خراب میکنه، درون انسان رو داغون میکنه و انسان رو به بیراهه میکشه. من دوست داشتم شبهای بیشتری در خدمت شما عزیزان بودم و با هم میتوانستیم بیشتر از این مراتب اخلاقی اسلام که هر در هر صنفی دریایی از اخلاق با هم بیشتر صحبت کنیم و بیشتر باشیم. اگه توفیق باشه انشاءالله بتونیم باز خدمت شما عزیزان برسیم و ادامه بدیم. مسئله دوم اینه که میگه مجرم گناهکار راحت میتونه از دست قانون فرار کنه، بر اسلام خورده میگیرن، با اینکه اسلام خیلی قانونش کامله خواهران برادران. اسلام سنگسار داره، ولی زمان پیغمبر و امیرالمومنین علی علیه السلام نگاه کنید کسی سنگسار شده؟ هرچند سنگسار در دین مسیحیت هم بود، در دین یهودیت هم بود، در همه این قانونش بود، ولی شرط و شروط داره. حتی قطع دست در اسلام که عربستان سعودی راحت هر دزدی رو بگیره دستش رو قطع میکنه، قطع دست 30 شرط داره. اگه اون 30 شرط